شکار. سلام، دومین شنبه سال 93 تون به خیر و خوشی. آقا این روزا پاتو هر جای امور قرازی ولایت که بذاری صدای روزخونی و گریه‌زاری میشنوی. حالا چی شده؟ جوابشو از خرچنگ ولایت بشنوی که با دل کباب شده و زبون تاول زده یکی از مصیبت‌های عظما رو اینجوری غرغره میکنه. در رابطه با شهادت طلبه آمر به معروف و ناهی از منکر هست، طلبه 19 ساله، من روز اول مجروح شدنش به عیادتش رفتم، دنیای ماتم و حزن را به خودم دیدم که در جمهوری اسلامی در بهار حاکمیت دین چرا اراذل و اوباش این چنین میدان پیدا کنند که طلبه 19 ساله را با چاقو بزنند و بدتر از آن چند تا بیمارستان ببرند و نپذیرند. سرانجام یک بیمارستان خصوصی با 6 میلیون تومان پول بیان او را بپذیرند. ببین خرچنگ، دینان من غریبم بازی در نیاد، فیلم هندی هم واسه ما بازی نکن که اصلا به ریختت نمیاد. روانشناسی آخوندهای روانی تو مشت موشکافه. چجوریه که وقتی هزار تا بسیجی یه بار مصرف تو جبه ها مصرف میشدن که تو امامت نمیگذی؟ حالا چی شده که واسه یه طلبه هند مصیبت و ماتم شدی؟ دو نکته در این رابطه گفتنیست. نکته اول این است که مسئله امر به معروف و نهی از منکر یک اصل قانونی است. اصل 8 قانون اساسی تأکید داره بر مسئله امر به معروف و نهی از منکر. نباید این اصل زمین بمانه، چون میدانم بی اثر هست روش تأکید نمی کنم. امام فرمود ما وزارت امر به معروف و نهی از منکر تشکیل میده، ما میگیم این پیشکش. اما سه قوه دنبال یک راهکاری باشند که دیگر ما شاهد این فجایع نباشیم. نفهمیدم چطور شد؟ قانون اساسی ولایت رو که زدی زمین و اس و اساسش رو گچی کردی، به حرف ناکام مونده امامت هم گفتی پیشکش. سیدعلی رو نگاه کن که با چی میخواد بره سیزده به در. یعنی تازه انتظار داره سه قوه یه کاری بکنن. آخه این چه درد بی درمونیه که سه قوه باید یه کاری بکنن. نکته دوم هم این است. چی؟ نقطه دوم؟ یا نقطه دوم؟ مثل که پاچ قاطی کرد یا خرچنگ امامه داد. اصلا بلش کن، نقطه مقطه نخواستی. ته حرف تو بزن ببینیم چی میخوای از جونه برای حکومتی. من یک کلمه دارم، یک کلمه اینه: رؤسای محترم قوه قضاییه، طوری عمل کنید که مرتکبان منکر احساس کنن فضا براشون امن نیست که هر غلطی خواستن بکنن و آمران و ناهیان در امان باشن. ای بنازم جوانای بامرام و هموطنو که حالی از شما خوندا گرفتن، حالا خودشون احساس امنیت میکنن و شما با اون همه محافظ و آدم کش که دورتون هست در امان نیستیم. ماشاءالله به این جوانای معارف که چوبو همچی اساسی کردن تو چرخای دلنگون ماشین سرکوب سیدعلی. من میخوام عزبارو دامور بکنم، ریخته شد اون دون بکنم، بابر و بچ ندامشو قیمه با دلچون بکنم، به صف مشت و سیری فیسشو مهمون بکنم. اما خرچنگ، بیا و از این آبورگیری ها بگذر، بیا و جای این شیلنگ تخته ها صاف برو سر اصل مطلب و بگو ولی امرت از چی میترسه؟ وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و هم نهادهای فرهنگی غیر دولتی مثل حوزه علمیه،
مثل دفتر تبلیغات، مثل سازمان تبلیغات، همه باید مراقب باشند که تساهل و تسامح فرهنگی و لیبرالیسم فرهنگی اصطلاحاً این رخنه به فرهنگه. شبه افکنی خیانته، شبه افکنی جنایته. این دقیقاً مثل اینه که یکی بیاد میکروب رو در سطح جامعه پخش کنه و بعدم بگه پزشکا بیان جلوشو بگیرن. هیچ منطقی اجازه چنین چیزی را نمیده. لحظه سلول به سلول جسم ناقص بلایت و درب و داغون کرده، بعد این یارو فکر میکروبه. خب بقیهش از سه تذکر دیگر صرف نظر میکنم، چون میبینم از اون تحلیلی که وقتش الان هست میگذره، منم مقید به ساعت هستم که زیاد مزاحم وقت شما به خصوص در این ایام نوروز نباشم. برو شرت کم، تا همین جاشم زیاد ارزدی. اصل قضیه این بود که فهمیدیم بالا تا پایین نظام، از دانشگاه و مدرسه و وزارتخونه و حتی حوزه‌های آخوندی، همه‌شون سوراخ سوراخن. بی خود نیست که لباسه عزمحالی مونده، لباسه کوسه. دیگر حال به آدم میمانه، احوال به آدم میمانه، دیگه حال به آدم میمانه، نه بلا احوالی به آدم میمانه، نه بلا. Thank you.